لیلی متین دفتری در قلب نامآوران جامعه هنر نوگرایی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. نقاش و استاد دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران و مدیر امور هنری استودیوی فیلمبرداری تهران، وی در بینال‌های تهران و در برگزاری مراسم جشن هنر شیراز شرکت داشت. فرزند دکتر احمد متین دفتری، نخست وزیر ایران در دوره رضا شاه و نوه دکتر محمد مصدق، لیلی متین دفتری در سال 1937 در تهران به دنیا آمد. پدر من مشوق ما بود، یه مقداری خودش برای ما طرحهایی میکشید گاهی. ما انتخاب میکردیم از توی لاروس مثلا فلان حیوانات رو، اون وقت اون برای ما میکشید. وی تحصیلات خود را در تهران و سپس در بریتانیا دنبال کرد. هم مادرم بود، هم دوستم بود، هم آرتیست بود. فکر میکنم که از بچگی میدونست چه کار میخواد بکنه و فرقی نمیکرد تو چه فامیلی به دنیا میامد، فکر کنم در هر صورت کارشو میکرد. لیلی وقتی کارشو در تهران شروع کرد، نقاشا اکثرا شاگرد پتگر بودن و پتگر هم شاگرد مدرسه کمال‌الملک بود و شغل اینها کپی کردن بود و همه رو از رو حتی مدل نداشتن، از حتی منظره رو، اشیا رو، فلان اینها رو همه رو از رو عکساش میکشیدن. لیلی فکر می‌کنم یکی از اولین کسانی بود که نقاشی مدرن رو شروع کرد و نقاشی جهانی دنیایی رو شروع کرد. میبینی این دوتا مرغایی که از کارهای اولیشه، یا اینکه مثلا تابلوی که من یادم احمد آباد ما رفتیم پلوی پدر بزرگم دکتر مصدق، اونجا احمد آباد که رفتیم یه بوم با خودش آورده بود. فکر میکنم تنها تابلوی از دکتر مصدق باشه که از خود او گرفتن. برای من اون کارهای اولیش قلمش خیلی معلومه، جای قلمات، تمام موهای قلم ها رو معلومه، اصلا بعض وقتا رنگ کلفت کلفت رو تابلوه و یواش یواش بعد خیلی ابسترکت‌تر شد، بعدن خیلی بیشتر روی دیتیل کار میکرد. بیشتر توی کار مادرم پورتری زیاد بود، حالت اون شخص رو میاد بیرون و با اینکه تا یه حدی ابسترکته ولی که من دقیقا میفهمم اون طرفه و یه سری بقیه کاراش بیشتر اشیای هر روزی بودم، گل و میوه خیلی زیاد تو کاراشو بزن. با وجود اینکه کاراش در زمانهای مختلف همه با هم فرق میکرد و واقعا تو رنگ و تو تمام حالتاش میتونی ببینید، همیشه شخص خودش رو تو کاراش من میتونم حس کنم، چون که یه نفری بود که خیلی آروم بود و خیلی راحت بود. ولی لیلی برای فروش نبود کارش، یعنی برای اینکه برای بازار کار نمیکرد. این انقلابی که در ایران شد و به هم ریختن تمام مسائل زندگی خوبش خیلی لطمه زد. یک گنجینه ای از تابلوهای خودش داشت که تو خونش در کنار استودیوش گذاشته بود و عده تهاجم کردن به منزل او و یه روز اومدن تمام تابلوهاشو بردن. لیلی متین دفتری پس از انقلاب در ایران به فرانسه مهاجرت کرد و کار خود را در پاریس ادامه داد. چیزی که مادرم داشت چون که یک مقدار آدم خیلی زیادی واقعا دوستش داشتم، همیشه دور و برش بودم و اینو من اون 6 ماه آخر مثلا برام غیر قابل باور بود که چقدر آدم هر روز اونجا بودن ببینن چی کار میتونن بکنن، کمک بکنن. ما که مریض شده بودیم برام خیلی خیلی مهم بود. لیلی متین دفتری 17 آوریل 2007 در پاریس چشم از جهان فرو بست. نازنین انصاری، لندن.